سلام بینندگان گرامی، من لایا انواری هستم، متخصص جراح فک و صورت و با فوق تخصص جراح پلاستیک. امروز اجازه دارم اولین برنامه پزشکی خودم تو تلویزیون یک اجرا کنم و با شما در مورد جراحی پلک بالا و پایین صحبت کنم. بعضی افراد هستن که سنشون که بالا میره، از همون سنین متوسط به بالا قیافشون یه مقدار زیادی تغییر میکنه، دور و بر چشمشون دچار چروک فراوون میشه، ورم میکنه، ابروهاشون پایین میان و قیافشون طوری تغییر میکنه که احساس میکنن خسته و کوفته به نظر میان و حالت کمخوابگی پیدا میکنن و خیلی پیرتر از اون نشون میدن که هستن. این مسئله هستش که میشه معالجهش کرد، میتونم دلداریتون بدم. علت اصلی این مسئله از بین رفتن تراوت و استحکام پوست به مرور زمان هستش. این خیلی مسئله خیلی طبیعی هستش و نباید دچار مشکل کسی بشه. با یه عمل جراحی میشه پلک ها رو تا یه حدی اصلاحش کرد و اون زیبایی گذشته رو به مقدار زیادی برگردوند. و اگر کسی دچار مشکل بوده باشه که موقع مطالعه و یا نگاه به جلو مشکل داشته باشه به خاطر آویزون شدن پلک ها، اینم میشه خیلی راحت از بین برد. عمل جراحی پلک ها رو میشه دو پیهوشی موضعی انجام داد. حدود 1 تا 2 ساعت طول میکشه و مریض میتونه بعد از عمل 1 تا 2 ساعت دیرتر بعد از استراحت بره خونه و بعد از 1 تا 2 هفته به زندگی روزمرش ادامه بده. اون کبودی دور چشم و ورمی که به وجود میاد معمولا تو روزهای اول دیده میشن، خیلی قوی هستن و بعد از 1 تا 2 هفته از بین میرن. و اگه مشکل اصلی افتادگی ابرو بوده باشه، اون وقت باید ابرو رو به طرف بالا کشون که یا دورور ابرو برش میدن یا کل پیشونی رو بالا میکشن. اگه مشکل اصلی روی پلک ها باشه، خود پلک ها رو عمل میکنن، برشی که تو پلک بالا داده میشه حدود 1 سانتی از بالای مژه ها هستش. برش پلک پایین درست زیر مژه ها هستش. این جای زخم ها رو معمولا بعد از 1-2 ماه دیگه تقریبا اصلا نمیبینین. با این برش های خیلی باریک میشه خیلی راحت پوست رو صاف کرد. این برجستگی که به خاطر جلو آمدن چربی زیر پوست به وجود اومده از بین برد و بخیه زد. بخیه رو معمولا بعد از 1 هفته میشه کشید و شما فکر میکنم بعد از 1 مدت کوتاهی بازم مقدار زیادی از تراوت و زیبایی گذشتهتون رو به دست میارین. امیدوارم که بعضی از سوالایی که شما در ذهنتون داشتید جواب داده باشم. تا برنامه آینده که در مورد اصلاح فرم گوش میخوام صحبت کنم از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتان.